ربابات زخمي زخمي د ریاست الوزراء اختصاری مرستال محترم ملا عبدالغنی برادر خوند په مشرۍ لوړ پوړی اماراتي پلاوی د ایران اسلامي جمهوریت ته له خپل شپږ ورځني سفر وروسته نن د جمعې ورځ د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په نولسمه نېټه بیرته کابل ته راستون شو. د ریاست الوزراء اختصاری مرستال په کابل نړیوال هوایي ډګر کې خبرې کنفرانس ته د خپلو خبرو پر مهال وویل، ایران ته مو د خپل سفر پر مهال د لوړ پوړو ایراني مسؤلینو سره وکتل او پر هغه سربیره مو له چابهار بندر یو شمېر صنعتي او تولیدي فابریکو څخه هم لیدنه وکړه. زموږ د سفر موخه د وچو بهرنیو هیوادونو ته د افغاني توکو د صادراتو وارداتو د رسولو اسانه او ارزانه لار پیدا کړو چې په دې سره به د افغانستان سوداګري زیاته شي. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې د دغه سفر پر مهال مو د ایران له حکومت او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ، صنعت، ترانزیت، کرنې، قانونو، نفت او ګازو، سرحدي مسایلو، روغتیا، ترانسپورت، اوسپنې پټلۍ او مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي په برخو کې یو شمېر تفاهمنامې لاسلیک کړې. د محترم ملا صاحب په خبره ده د دواړو هیوادونو لپاره په صنعت او سوداګرۍ کې لویه لاسته راوړنه ده. د محترم ملا عبدالغنی برادر خوند په مشرۍ ایران ته تللي پلاوي د دغو تفاهمنامو د تعقیب په موخه له دواړو لوریو کاري ټیمونه او یوه میاشت زربله چل وټاکه. د دغه سفر پر مهال د ایران د چابهار بندر مسؤلینو افغان پلاوي ته ډاډ ورکړ چې افغانستان سره له اوسه کولی شي له چابهار بندر څخه د سوداګرۍ، صادراتو، وارداتو او ترانزیټ په موخه عملاً استفاده پیل کړي. الحمد لله التمو ديراني مشران تر مجتونه وکاله او دینو تاهم مجدنه کتنه وکاله او دا موږ جده کاته دغه د پاره و چې موږ د افغاني توکو د پاره دا چې یو اسانه او ارزانه لار پیدا کړو بهر ملکو ته د دې لپاره چې زموږ دا سوداګري زیاته شي او زموږ را افغاني توکي و بهر ملکو ته ښه په اسانه لاره پیدا شي او موږ د ایران د دولتي چارواکو او خصوصي سکتور سره ډېرې تفاهمنامې لاسلیک کړې ده. نو انشاءالله دا به هم د ایران او هم د پاکستان لپاره یو ګټه لاسته راوړنه وي. ببینید نشسته که ملا برادرغنی همراه ایران داره، تا جایی که ما فکر میکنم 80% فوکسش بالای بندر چابهار است که بندر کراچی بر روی صنعتکارا و بر روی تجارا بند شده، مسدود شده و یگانه بدیلش بند چابهار است. بالا از صحبت صورت میگیره، نشسته دارن، ان شاء الله رحمان امید بزی هستیم که یک راه حل پیدا کنیم. ما شاهد حال هستیم که چندین بار مکررن ما دیدیم که دریای بند چابهار بروی ما بند کراچی بند شده و ما بالای دمرج تحمل کرده دیگه نمیتونیم. به هزارها دلار بالای یک کانتینر دمرج می آمد و در ترخم هم همچنان مشکلات ها به ما ایجاد می شد به اسم این و آن، خصوصا اموالی که باعث به در بخور کشور ما می شد یا ماشینالات که می فهمن آنها که بنیان یا امی سیستم اقتصادی افغانستان با پای استاد میکنن او را چک میکردن به بهانه های مختلف به ماها ماها او را بند میکردن، مزدود میکردن و حتی در استاک در یک جایی که فقط یک بهانه نه یک بهانه بالای صنعتکار ما گرفته شده و او ماشینالات را ضبط کردن پاکستان. در اخیر بگوین که وضعیت اقتصادی تجارتی افغانستان فعلا در چی وضعیت است؟ در شرایط فعلی وضعیت ما الحمدلله بهتر است و رو به بهبود است و امارات اسلامی بازم ما جدن خواهش میکنیم که هر چی زودتر کوشش و سعی ورزد تا کشور ما به رسمیت شناخته شود و چالش های مشکلات هایی که فعلا ما داریم، اگر 40% 50% مشکلات های ما حل شده، 50% دیگه مشکلات های ما در بخش زراعت، در بخش واردات، در بخش صادرات، ویزایی که از کشورهای همسایه مثلا قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان ما نمیتونیم گرفته، امسال از اکثر کشورها ما ویزه گرفته نمیتونیم، یک سهولت باید به
صنعتکار باشه، چی به شکل فیزیکی ما اونجا حضور داشته باشیم و چی به شکل تلفن. ما نمیتونیم که مثل که کشورهای دیگه خریداری میکنیم، مال از یک کشور به دیگر کشور ما خود ما در اونجا وجود نداریم، با طریق تلفن خریداری میکنیم. اما مال یک مشکلات بزرگ برای ما هست و از امارات ما خواهش میکنیم جدا که هر چیز زودتر سعی و تلاش ورزد تا کشور ما به رسمیت شناخته شود، تا کشورها بتونه ما را ویزه بده، ما اشتراک کنیم، اموال خود به فروش برسانیم، صنایع دستی، میوه خشک، میوه تازه. نه تنها فعلا ما محتاج پاکستان هستیم، میوه خشک و تازه ما به پاکستان میره و به کشور چین بسیار کم میره. با پاکستان باز اون میوه را پروسس میکنه، به اسم خود به تمام کشورها صادر میکنه. امرالله جان، این را بگوین که چقدر وقت شما میشه که فرا گرفتین زبان عربی؟ دتی 12 ماه سی کورسی زبان عربی 12 ماه هست که یک میشه که مفروضیم الحمدلله لغت عربی را. چطور که به شما انگیزه پیدا شد بین زبان عربی را فرا بگیرید؟ الحمدلله اینکه من حافظ قرآن هستم، در کلو اینکه حافظ قرآن هستم، بعد من لازم است که بعد که زبان عربی را به زبان یاد داشتم، چرا که قرآن خوش به زبان عربی است. چقدر ضروری است که باید ما مسلمان ها بالخصوص ما جوانان فعلی زبان عربی را فرا بگیریم؟ زبان عربی چون یک زبان اصلی برای شما بود، زبان عربی است، چون لسان اهل جنه، لسان قرآن، لسان الله جل جلاله که قرآن را میگه که قرآن نامده به زبان عربی دیگه، لسان پیامبر صلی الله علیه وسلم، لسان اهل جنه و دیگه اینکه لسان عربی به ما اینقدر کمک میکنه که زبان قرآنی عظیم شم را تلاوت میکنیم، بر علاوه که مثلا اگه ما تفسیر ترجمه شه پیش کس دیگر هم نخونده باشه، خیلی برای ما کمک میکنه برای معنای قرآنی عظیم شم. ببین که چی تعداد از جوانان، از خواهرای ما مزد این بین چی تعداد امروز فارغ شدن؟ تقریبا 150 نفر از فارغین ذکور بود و 100 نفر از فارغین اوناس. ماشاءالله الحمدلله. بس این مرکز تعلیمی چطور بود استادا، یعنی معنی درس تعلیمی که شما فرا گرفتین چطور بود؟ نحوه درسشون، کیفیت درس؟ الحمدلله کیفیت درس مرکزی خیلی کیفیت عالی داره. کسی که از اینجا فارغ میشه میتونه که در بی مثلا بخش سخنرانی، بخش صحفی، نطاقی، در بخش مثلا تدریس از نگاه صرف و نحو، از نگاه کتابت، نوشتن، از هر نگاه الحمدلله طالبی که فارغ میشه از اینجا از هر نگاه الحمدلله آماده میشه، یک استاد تربیت میکنه و در جامعه تقدیم میکنه. چقدر فیس خوب داره؟ کم از زیاد است میشه جوانا فیس گچ فیسش امت یک خوبی شون همی است که مو شاگردی که می شاگردی مثلا فقرا و مساکین خیلی کمک میکنن، خیلی کمک میکنن، حتی کسانی که مثلا دید میتا میکنن جمعی حتی بدون فیس هم برشون درس میگن، رایگان درس میگن. تقاضای شما از امارات اسلامی افغانستان، از حکومت چی، از در قسمت از که شما و شما زمینه کار هم مساعد کنه چی تقاضا چی پیمان؟ تقاضای ما از امارت اسلامی اول همی است که با چنین مثلا مراکز را خوب تقویه بکنن، که چنین مراکزی مثلا دینی، مراکزی مثلا تعلیمی، مراکزی تدریسی که از علوم عربی است، یه خیلی مهم است برای امت مسلمه، امت مسلمان که لسان عربی را خوب یاد داشته باشن. مثلا به وقت که لسان عربی را ما یاد داشته باشیم، به قرآن دسترسی، به ترجمه تفسیر، به احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله، به کتاب مثلا سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله دیگه، به اکثر کتبی است که تا حال ترجمه نشده، نه به فارسی، نه مثلا به پشتو و لسان دیگر، اما علم به عربی میشه. یعنی ما را خیلی کمک میکنه. باید به امارت اسلامی ما تقاضا ما به عنوان یک شاگردی که فارغ شده از مرکز نیل، تقاضا ما همی است که باید زیاد کمک بکنه چنین مراکز را که متعلمین از اینجا زیاد فارغ شوند. بسیار زیاد شکر. شما دوستا در ابتدا همه شما عزیزان خوش آمدید میگم به برنامه فراغت. تقریبا 80 نفر از دختر خانمایی که اکثرا بیوه و بی بوزات و یتیمایی هستند که در مسیح خیری شفق کار میکنند و جای یادآوری است که ما تقریبا 300 خانمه در مسیح خود در بخش های حرفه و سواد آموزی، که البته بخش سواد آموزی ما از صنف اول تا صنف شش است تحت پوشش قرار دادیم. قسمی که ما براتون در اعلامیه برنامه ما است که هدف از برگزاری برنامه ما تولید انگیزه بر خانم است، که اینا می توانند در شرایطی که است به خاطر رشد اقتصاد جامعه
و رشد اقتصاد خودشان کار کنند و زمینه کار برایشان مساعد است. ما در 4 کارگاهی که در صد کابل ایجاد کردیم تقریبا 300 نفر خانم اینجا کار میکنن و زمینی کار برای 300 خانم مهیا شده که در کنار از اونا امی خانم ها هم آموزش میبینن و هم کار عملی کار میکنن و همی که برشان یک مقدار پول در نظر گرفته شده به خاطر رشد اقتصادشان. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.